خدا رحمت کنه همه گذشته ها رو، پدر ما رحمت الله علیه گفتن تو خونشون روزه بوده، یه وبایی اومده بوده که اون وقت گفتن بعدی که تموم شد معروف شد که 1/3 اهل شهر تو وبا مردن. حتی اون غسالی که غسل میداد اونم وبا گرفت، اونی هم که نماز میت میخون اونم وبا گرفت. دیگه مرده ها موندن، نه کسی غسل میداد نه کسی دفن میکرد. اونی که دفن میکرد مرد، که خودش این مزید وبا شد. اون کوچه میگفتن تو این کوچه خونه ای نبود که یکی دو تا سه تا جنازه ازش اشاره کردن به یه خونه یادم، گفتن این خونه همشون مردن. وقت پدر ما میگفتن خونه ای ما یه دونه بچه ازش نبود. سعی کنید تو خونه هاتون روزه امام حسین بذارید. یه اتاقم که دارید اجاره کردید، در هفته یه ساعت روزه بذارید. این روزه باب خیره، کلید موفقیت دنیا و آخرت. اگه برای دنیام باشه روزه بذارید تو خونتون بخونید. نگید توان نداریم، نگید نمیتونیم. خونتون رو بی روزه نذارید، عجلم نکنید. نخواهید یه روز که روزه خوندید فردا همین مشکلاتتون اصلاح بشه. کلید سعادت این